استاد محمد کریم خلیلی خواستار نظام فدرالی در افغانستان شد. آقای خلیلی با نشر اعلامیه به مناسبت 27مین سالیاد شهید وحدت ملی همچنان تاکید کرده است که او و همفکرانش راه مزاری را دنبال خواهند کرد. سلام بر شما. 2 مارچ 2022 میلادی و 11 حدود 1400 هجری شمسی است. استاد محمد کریم خلیلی رهبر حزب وحدت و معاون سابق ریاست جمهوری افغانستان در یک اعلامیه فیسبوکی به مناسبت 27مین سالیاد شهادت شهید وحدت ملی استاد عبدالعلی مزاری رحمت الله علیه خواستار نظام فدرالی در افغانستان شده است. آقای خلیلی گفته است که در 20 سال گذشته ما یک دور باطل را به صورت تکرارن شاهد بودیم که نتیجه‌اش بربادی نظام در افغانستان بود. خوب خود بود که ما در ادامه متن که خود آقای خلیلی در صفحه فیسبوکش همگانی کرده را بر شما به خوانش بگیرم. آقای خلیلی این گونه متنش را آغاز کرده است: پیام به مناسبت 27مین سالگرد شهادت اسوه عدالت در افغانستان شهید وحدت ملی استاد عبدالعلی مزاری رحمت الله علیه و یاران پاکبازش. بسم الله الرحمن الرحیم. مردم آگاه و عدالت‌های کشور، برادران و خواهران گرامی، فرارسیدن 27مین سالگرد شهادت رهبر جریان عدالت‌خواهی در افغانستان شهید وحدت ملی استاد عبدالعلی مزاری رحمت الله علیه و یاران پاکبازش را به شما و همه پیروان و دوستداران آن شهید سعید در سراسر جهان تسلیت می‌گویم. شهید استاد عبدالعلی مزاری رحمت الله علیه یک رهبر فداکار، مدافع صادق عدالت اجتماعی، حامی وحدت ملی، دلسوز نسبت به وطن، چهره سیاسی آگاه و توانا و ممثل اراده مردم در زمانش بود. طرح‌های سیاسی آن شهید راه عدالت برای بیرون رفت از معضلات سیاسی تاریخی کشور بهترین طرح‌هایی بود که هنوز برای افغانستان راه گشا است. او ریشه های بحران و بی‌ثباتی را به درستی درک کرده بود و بر مبنای همین بصیرت با آگاهی راه حل پیشنهاد میکرد. و در هنگامی که بحث از چگونگی نظام سیاسی پیش می آمد، یکی از راه های حل تأسیس نظام فدرالی را می دانست. جای تأسف است که هنوز با گذشت بیش از 2.5 دهه محافل سیاسی و تصمیم گیری در کشور به طرح‌های شهید مزاری توجه لازم نکردند. از همین دو سال هاست که کنش های سیاسی برای دولت سازی و ملت سازی در این کشور در یک چرخه باطل از تکرار مکررات دور می زند و جز تباهی سیاسی محصول دیگر ندارد. اگر از این پس نیز بر ریشه های مشکلات و منازعات که مهمترین آنها را شکاف های قومی، زبانی و مذهبی تشکیل می دهد توجه صورت نگیرد، تباهی سیاسی در این کشور ادامه خواهد داشت. هیچ گروهی با توسل به زور و غلبه نمی تواند ثبات سیاسی را به وجود آورد و به مشکلاتی که در سطح کشور و منطقه با آنها روبرو هستیم پایان دهد. تنها وجود یک ساختار سیاسی عادلانه که آینه تمام نمای همه مردم و اقوام کشور باشد و بتواند مشارکت همه شهروندان و طرفهای سیاسی را از مجرای دموکراتیک تضمین نماید، به بحران تاریخی در جامعه سیاسی ما پایان خواهد داد. بنابراین هر طرح سیاسی که در آن جایگاه تمام اقوام و طرفهای سیاسی طبق شعای وجودیشان تثبیت نشده باشد و واقعیت‌های کشور مورد انکار قرار گیرند، برای مردم افغانستان غیر قابل پذیرش و محکوم به شکست است. ما تجربه های زیادی از تاریخ افغانستان داریم. در طی 100 سال اخیر 10 قانون اساسی با 10 نوع رویکرد را شاهد بودیم، اما هیچ کدام از این ساختارهای سیاسی نتوانست ثبات پایدار را در کشور ما رقم بزند. حتی قانون اساسی اخیر که از نظر برخی کارشناسان گویا دموکراتیک ترین قانون در سطح منطقه به حساب می آمد، در طی 2 دهه عمرش بحرانی را در درون نظام سیاسی پرورش داد که سرانجام در 24 اسد امسال منجر به خودفروپاشی آن شد. این قانون که در تصویب مسائل کلیدی و استراتژیک آن قدرت‌های بیرونی و نمایندگان آنها بعضاً به شدت در دام علایق قومی گرفتار بودند مداخله داشتند، کل صلاحیت‌های تصمیم گیری را در دایره علایق و صلایق یک فرد محدود ساخت، به نحوی که هستی و نیستی نظام سیاسی به اراده فرد تعلق گرفت. سرانجام دیدیم که در 1 دهه و لمحه‌ای از زمان
همه چیز مانند برج های مرکز تجارت جهانی فرو ریخت و محصول 20 سال تلاش برای دموکراسی و ثبات سیاسی برباد رفت. این رخداد درسی است برای نسل های آینده این کشور که هم به ساختار ناکارآمد و هم به عاملان و کارگزاران آن برمیگردد. افزون بر این، عملکرد رهبر حکومت پیشین منجر به شکاف عمیق میان مردم و حکومت گردید و چنانچه شاهد بودیم عدم حمایت مردم سبب شد که حکومت و کارگزاران آن به سوی خودفروپاشی مطلق سیر نمایند. کارگزاران حکومت پیشین و ویژه فردی که کلید هستی و نیستی نظام را به دست داشته باید از عملکردش در پیوند و سقوط نظام پاسخ بگویند. سیاست حذف، انکار و انحصار در طول تاریخ در کشور ما نتیجه نداده و از این پس نیز نتیجه نخواهد داد. روی این لحاظ شکلگیری یک نظام سیاسی دموکراتیک غیر متمرکز که در آن قدرت سیاسی میان قوای سه‌گانه و میان مرکز و پیرامون به طور عادلانه توزیع شده باشد راه حلی است که میتواند کشور ما را از بنبست و بحران دراز مدت و دراز دامن تاریخی نجات داده و به ثبات سیاسی برساند. در این فرصت میخواهم تاکید کنم که بی ثباتی در افغانستان به نفع هیچ کشوری و ویژه کشورهای منطقه نیست. جامعه جهانی و کشورهای منطقه دیر یا زود متوجه این نکته خواهد شد که افغانستان بی ثبات و با حاکمیتی که مشروعیت ملی و وجاهت بین المللی ندارد و نقطه تهدید و مایه رنج و سیاروزی برای همه تبدیل خواهد شد. اما برای حل این معضل از همه اولتر باید وضعیت دردناک مردم کشور ما که در حال حاضر گرفتاریان است در نظر گرفته شود. همکنون شهروندان کشور ما در چنبرایی از فقر اقتصادی، سرخوردگی سیاسی و سرکوب دوامدار و سیستماتیک گیر ماندند. بنابراین راه حلی که در پیش گرفته می شود نباید مشکلات مردم را مضاعف بسازد. در جهان امروز در بسی موارد هیچ نیاز نیست که برای حاکم ساختن مردم بر سرنوشتشان و جنگ و شبه های خشونت‌آمیز توسل جسته شود. نفس حاکمیت و عدم حمایت مردم در سرنوشت نظام سیاسی تعیین کننده است. هیچ حکومتی با سر نیزه نمیتواند دوام آورد. بناهن بزرگترین سرمایه برای تضمین حیات یک نظام سیاسی حمایت مردم است. همچنان که عدم حمایت مردم به تنهایی میتواند مهمترین عامل فروپاشی و ترد شدن هر نظام تکراو و غیر مردمی به شما راید. انتظار ما از مجامع بین المللی و کشورهای منطقه این است که افغانستان را برای رسیدن به یک نظام سیاسی باثبات و برخوردار از مشروعیت ملی کمک کنند. این که پس از 7 ماه هنوز حکومت گروه تا از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده است یک نمونه از وارد ساختن فشار بر گروهی بر سر قدرت است تا این گروه در برابر معیارهای ملی و ارزش‌های بین المللی تمکین نماید. اعاده حقوق و آزادی های سیاسی شهروندان، تضمین نهادمند حقوق اقلیت های قومی و مذهبی و تثبیت حقوق زنان و ارزش های حقوق بشری از جمله معیارهایی است که مشروعیت نظام سیاسی در افغانستان مشروط و منوط به اثبات تعهد بدان هاست. خواهران گرامی، در این روزها از روز جهانی زن بزرگداشت به عمل می آید. با استفاده از فرصت می خواهم از آگاهی و شجاعت کم نظیر بانوان کشورم که در ماهای اخیر در صف اول مبارزه مدنی برای تثبیت جایگاه سیاسی و اجتماعی و اعاده حقوق دینی و انسانیشان قرار گرفتن تقدیر نمایم. آنان با مبارزات مسالمت‌آمیز هدفمند با آگاهانه‌شان روند سیاسی جاری را که در آن جایگاهی برای این بخش بزرگ از جامعه دیده نمی شود به طور جدی به چالش کشیدند. اکنون این امیدواری در میان مردم افغانستان به وجود آمده که زنان به یک جنبش تاثیرگذار و یک حرکت برگشت ناپذیر تبدیل شده است. هیچ طرح سیاسی در فردای این کشور به موفقیت نخواهد رسید مگر اینکه جایگاه شایسته و انسانی زنان را در نظر بگیرد. ما از همین روزنه با آینده کشور نگاه میکنیم و به آن امیدوار هستیم. هموطنان عزیز، مردم کشور ما به اثر فقر و بیکاری در یک وضعیت بس ناگوار به سر میبرند. میلیون ها انسان در این سرزمین با خطر قحطی و گرسنگی دست به گریبانند. لذا از سازمان ملل متحد و مراجع کمک کننده بین المللی انتظار میرود که در این شرایط مردم کشور ما را فراموش نکنند و با کمک های بشریشان
با یک مکانیزم شفاف مستحقین واقعی را تحت پوشش قرار دهند. همچنین از کسانی که استطاعت مالی دارند نیز توقع می رود که در چنین شرایط از هر امکانی برای امداد رسانی به مردمشان دریغ نکنند. در چنین شرایطی تلخی که فقر اقتصادی بیداد می کند، ذخایر نقدی افغانستان از سوی دولت آمریکا و شمار از کشورهای دیگر مسدود شده است. این اقدام تأثیر عمیق و نگران کننده بر زندگی و معیشت مردم گذاشته است. جای تأسف است که دولت آمریکا به جای اینکه پاسخگوی مسئولیتشان در قبال دیگرگونی سیاسی پیش آمده در افغانستان باشد، با منجمد ساختن دارایی این کشور سرنوشت میلیون ها انسان این سرزمین را در مسیر زوال و اضمحلال قرار داده است. اختصاص دادن بخش بزرگی از این دارایی برای جبران خسارت قربانیان 11 سپتامبر نه تنها هیچ توجیه معقولی برای عملیه مسدودسازی فراهم نمی سازد، بلکه جفای دیگری در حق مردم کشور ما شمرده می شود، زیرا این مردم را ضامن جبران خسارت حادثه 11 سپتامبر قلمداد می کند. این ذخایر دارایی افغانستان است، نه دارایی کسانی که بر مسند حاکمیت در این کشور نشسته است. مسدود ساختن آن به معنای اقدام علیه حیات اقتصادی یک کشور است، کشوری که قطع نظر از حاکمان آن میلیون ها انسان در آن زندگی می کنند و به اثر دگرگون شدن نظام سیاسی با خطر فقر و گرسنگی روبرو هستند. با این حال که مشکلات از چهار سوی گلوی مردم افغانستان را به شدت می فشارد، شنیده می شود که نظامیان گروهی بر سر قدرت در حریم خصوصی باشندگان برخی از شهرها و روستاها وارد شده و به بازرسی و تفتیش خانه ها می پردازد. این اقدام در صورتی که ترتیبات قانونی و تدابیر اخلاقی در آن لحاظ نشده و ناظر نهادهای حقوق بشر در آن حضور نداشته باشند، نقض صریح حقوق مدنی شهروندان کشور به حساب می آید. مجامع حقوق بشری باید بر گروه حاکم فشار بیاورد تا از بازرسی های خودسرانه و ایجاد ترس و وحشت در میان مردم که نیروهای اجتماعی بی‌طرف به حساب می آید جدا خودداری نمایند. از 7 ماه بدین سو کشور ما در خلای قانون به سر میبرد. این وضعیت بسیار نگران کننده و توأم با اثرات سو نسبت به ابعاد مختلف زندگی مردم است. ناظران بین المللی باید این وضعیت را زیر نظر بگیرند و اجازه ندهند که در زمان خلای قانون و فقدان دولت ملی از قدرت به طور خودسرانه به نفع سیاست های گروه و گروهی و حذفی استفاده به عمل آید. یکی از مهمترین مسئولیت سازمان ملل همین موضوع است که نباید از آن چشم پوشی نماید. مردم آگاه و عزتمند پیروان شهید وحدت ملی، هرچند شرایط بسیار سخت و ناگوار پیش آمده، اما نباید امید و آینده را از دست داد. حکومت ها و نظام تغییر می کند، اما مردم کماکان در قاعده اجتماعی باقی می ماند. آنچه مهم است وحدت و همدلی مردم و دوری از نفاق و پراکندگی است. مردم زمانی به یک زندگی عزتمند به استوار دست می یابند که تحت هیچ شرایط وحدت و هماهنگی خیش را از دست ندهند. یکی از آموزه های بزرگ خط شهید مزاری وحدت و همدلی است. اساساً دستاوردهای این خط محصول همین ارزش بزرگ انسانی است. لذا از پیروان شهید مزاری انتظار دارم که با الهام از اندیشه و عملکرد آن شهید سعید وحدت و هماهنگیشان را با بیداری و آگاهی حفظ نمایند. تنها همین راه است که ما را به موفقیت میرساند و عزتمندی ما را تضمین میکند. امیدوارم در روزهای اخیر سال جاری مراسم تجلیل از شهید وحدت ملی در هر جایی از جهان که پیروان آن شهید زندگی میکنند پرشکوه‌تر از سالهای قبل برگزار شود. چین که اندیشه سیاسی شهید مزاری بیانگر دردهای متراکم و فروخفته تاریخی مردم کشور ما و نسخه آلمانه برای علاج این دردهاست، پیروان رهبر شهید باید نشان دهند که به خط عدالت‌خواهی آن شهید سعید و آرمان‌های شهدای مقاومت غرب کابل و بامیان وفادار و برای تثبیت جایگاهشان در تمام معادلات سیاسی کشور بر عهدشان استوارند. حزب وحدت اسلامی افغانستان قویاً تعهد دارد که راه عدالت‌خواهی رهبر شهید را ادامه دهد و از هیچ کوشش برای نجات کشور از بحران و تثبیت جایگاه مردم در روند سیاسی دریغ نکند. ما در 3 دهه تحولات کشور مطابق آنچه شرایط وقت و مصالح مردم ایجاب میکرد تصمیم گرفتیم و این تصمیم گیری ها در هر شرایط به دستاوردهای مهمی برای مردم ما نائل شده و از این پس نیز نائل خواهد شد. بار دیگر فرا رسیدن 27 سالگرد شهادت رهبر شهید استاد عبدالعلی مزاری رحمت الله علیه و همراهان پاکبازش را به همه پیروان و دوستداران آن چهره ماندگار تاریخ تسلیت میگویم و برای مردم کشور زندگی توأم با صلح و اخوت در سایه عدالت و برابری را آرزو میکنم. و سلام، محمد کریم خلیلی هوتی 1400 خورشیدی. من آخرش تست خواندم چون نباید از 15 دقیقه نشان زیاد میشد. از توجهش مجانی سپاس. این بود اعلامیه تازه آقای خلیلی.